سلام درود خدمت دوستان عزیز در مورد ای که ما چطور ارتباط برقرار کنیم چطور دوستیابی داشته باشیم و چطور روی باور ما کار کنیم باور نقش باور در ارتباط گیری نقش باور در مسائل اجتماعی چقدر تاثیر گذاره ما ام این اینو میدونیم که مثلا باورهایی که داریم خیلی از باورهای ما بسیار مخربه موزیره و اینها رو ما از زمانی که متولد شدیم اینها با خود ما نبوده پس اینها رو ما بعداً توسط کس های دیگه از دوستان خود ما از مردم اجتماع از اینا یاد گرفتیم و الان راحت در ما نهفته شده یا حق شده در ذهن ما حال ما اینا را چطوری چیز کنیم از بین ببریم دیگه مثلا باورهای از ترس یا باورهایی که مثلا خب ما چرا الان چطوری اینا را از بین ببریم چرا چطوری ما باز شجاع باشیم ترس باشیم شهامت داشته باشیم یا پرخوشگر نباشیم یا که مثلا و خیلی از باورهای دیگه پس در با... از دورانی کودکی اینها در ما با وجود آمده پس چی کار کنیم که پدر مادرهای ما خب درست نقش داشته ولی ما دیگر نمیشه که بگیم که آ دیگر اونا بد بوده اونا تقصیر کار بوده و فلان بوده و هیچی دیگه پس ما خیلی خوبیم اونها در صورت که نه اونها هم از پدر مادرایش یاد گرفته از هر کسی هیچ کس مقصیر نیست و اون هرچی که بلد بوده برای ما کرده ممنوعی هستیم و حالا از این به بعد دخل قوی باشیم از این به بعد قوی و قدرتمند باشیم و تغییر احرومه رنج و لذت ما میتونیم از استفاده کنیم اهرم رنج اینه مثلا حداقل ما که میدونیم که اون باورهای بد منفی اینا که به درد ما نمیخورده حداقل کار کنیم که از این به بعد اونها را نداشته باشیم متنفر باشیم از اون عادت های بد یا تنبلی یا هر چیز پس اونها ما رو به موفقیت نمیرسونه پس چی کار کنیم که ما بهتر باشیم مثلا زندگی ما لذت بخشتر بشه پس ما اهرام رنج و لذت اینه که ما به لذت ها به, اونها چیز کنیم لذت ببریم بگیم هرچی که ما موفق ترشیم هرچی که ما صفت من ترشیم ما روز به روز خوب تر میشیم همه قوی تر میشیم زندگی ما خوب میشه و رفتارهای خودم رو تغییر بدیم احساس خود ما رو خوب کنیم و و اینجوری تصمیم های خوب بگیریم انتخاب های خوب داشته باشیم تصمیم خوب مزاویست با موفقیت موفق میخوای بشی و اینجور میتونی تأثیر گذار بشی خود این احرام رنج لذت میشه یک جور فیلتر کردن یک جور در راستای یک هدف ما باید ما باشیم و تلاش کنیم و اینطوریه که ما بر اساس چی چیزها ما میتونیم خود مراقبی کنیم بر اساس لیاقت داشتن شایستگی و خیلی چیزهای دیگه اگر در زمان قدیم اگر میگفتم مثلا آدم باید فقیری خوبه مثلا اگه نزد... اگر فقیر باشه آدم نزدیک به خدای اونها رو ما باور کردیم پس بعد ازی برعکس چیکار کنیم بگیم که ثروتمندان است که به خدا نزدیکه مثلا حتی خیلی از ثروتمندا هستش که کل کمک به فقرا کرده کل کمک به مدرسه ها ساخته شده با ثروت سیرفت... توسط ثروتمندا یا کل کارهای خ... یا کل خیریه ها رو کمک کرده پس سروتمند ها بوده اگه فقط فقیری بده پس ما تلاش کنیم از فقیری بیرون بیایم فقیری در فقیری دوزدی در فقیری بیشتر فقر مشکلات و بدبختی یا هر چیزی که آدم میخواد داشته باشه ولی بله خب نداره پس چیکار کار کنیم ما مغز ما رو بهتر کنیم قوی تر کنیم و با نمونه ها و الگو هایی که مثل بلگیت یا الان ماسک ها یا خیلی کس ها که اینها بهترینه برای ما یک الگوی ما از اینا الگو بگیریم و هر جور قوی تر و بهتر کنیم اینها یکی در پیشرفت ما الگو خیلی تاثیرگذار و مهمه یکی دیگه هم تلخین کردن میدیتیشن کردن ما در جای آرام بریم و بشینیم و تا باید اینها را مراقبه کنیم زمیر اینا خداگاه ما را تربیت کنیم و چیزهای مثبت چیزهای خوب را اونجا جایگزین کنیم یا شرطی زازی کنیم اگر تا حالا یک سری چیزهای بد و بیخودی در اونجا نهفته شده ما اونها را بتونیم تغییر بدیم و همین جوری تصویر سازی کنیم و اگر تنبل هستیم سریع حرکت کنیم اگر باید جان داشته باشیم باید هدف داشته باشیم تا انگیزه بشه برای ما یا مثلا یک چیزی داشته باشیم به اسم یک تمرین یک تکنیکی داشته باشیم فکر کو در در یک قسمت راستش مثلا چیزهای داشته های ما رو بنویسیم چیزهایی که ما داریم مثلا اگر درآمد داریم اگر حال خوب داریم اگر خب برعکسش اون طرفش ما بنویسیم مثلا یکی درامتی که نداریم یا یا هر چیز دیگه ما سب کو این این اینجوری چپه دیده میشه یا راسته آ چپه دیده میشه اگر میخواستم نشان بدم که مثلا در قسمت راست یک سری چیزهایی که ما اینهایی که داریم اگر میخوایم داشته باشیم چه حال ما خوبه چه زندگی ما خوبه ولی اون اون طرفش چیزهایی که ما نداریم حال ما بده مثلا روابط ما خدش داره داغونه یا سلامتی نداریم اینها را ای طرفش پس ورزش سلامتی او طرفش مثلا وقتی که ما ورزش نکنیم وقتی که به خود ما نرسیم همیشه بیماری اینا پس چی کار کنیم که هیجان داشته باشیم چی کار کنیم که سرشار از حال ما خوب باشه شاد باشیم و این طوری مثلا عادت ها رو ما بتونیم عوض کنیم و این طوری ما خیلی راحت موفق میشیم و حال ما خوب میشه اگر ما حس خود ما را هم خوب کنیم خوب دیگه همیشه شاد باشیم و لذت ببریم لبخند بزنیم آهنگ شاد و حرف های خوب و مثبت بزنیم به اخبار منفی توجه نکنیم رابطه های خوب را تجربه کنیم ارتباط های خوب برقرار کنیم و توجه نکنیم به حرف های مردم حرف های مردم بادی هوای است حرف های مردم ارزش نداره مفته از بالا یک سری چیز هستش مثلا به مشکل از بالا نگاه کنیم اصلا فکر کنیم ما در مای مشکل پایین میخواییم ببینیم روی زمین چقدر کوچیک کوچیکه پس همیشه ما باید اینجوری نگاه کنیم بهترین تکنیکه بعد وقتی که ما در زندگی ما بخ... به مشکل نگاه میکنیم مشکل میگیم بزرگ ما خود ما کوچیکیم این اگه باشه اون مشکل حل شدنش سخته <coughs> میخوام پس سیستم مغز ما باید بشناسیم و همینجور حد سیستم دریافت اطلاعاتی که در مغز مثلا اینا را ما با شناسایی کنیم چطوری اطلاعات در ذهن ما وارد میشه یا مثلا چطوری ما منظم باشیم اینها کلا رب پیدا میکنن روابط اجتماعی ما چطوری باشه مثلا ارتباط بر ارتباط برقرار کردن خیلی م... اینا مهم آرامیش آرامش اگر باید داشته باشیم آرامیش نداشته باشیم اینی پیری زود رس یعنی اون سقطه ها سقطه کردن ها داغونی و حال بعد خوشونت پس ما موازی به کلام ما باشیم موازی به افکار ما باشیم عادت ها و شخصیت های ما رو اینها ها پس اخبار و این چیزها رو توجه نکنیم خیلی مزیر را خیلی همش هم وقت ما را طلب کردیم هم کلا چیزهای بی خودی برنامه ریزی داشته باشیم انگیزه ایجاد میشه وقتی که ما هیجان داشته باشیم دوپامین ترشح میکنن سراتنوین اینها ایجاد کردن انگیزه خیلی مهمه پس هشتاد درصد مردم مردم هشتاد درصد مردمی که ثروتمند در دنیا قبلا فقیر بوده اینها اهرم پس اینو چیکار کرده اینها چرایی قضیه رو پیدا کردن دلیل محکم و قوی داشتن و از خواب غفلت ما کی بیدار میشیم کی ما هوشیار میشیم کی ما به هیجان مییم ما دو تا اهرم داریم اهرم فشار یکی کششی فشارش یعنی با زور با برنامه ریزی میکنیم زیاد حال خوب نداریم ولی کششی چی جوریه ما باید حال ما خوب باشه از درون ما باید قوی باشیم از درون باید باید حیجان داشته باشیم این است که احرام کششی و خاطر همی هر روز قوی تر بهتر میشیم چرایی محکم باید داشته باشیم دلیل محکم برای پیشرفت کردن خودش انگیزه است خودش حیجان است خودش شور و اشتیاق است خب و عزت نفس ما را تقویت کنیم قوی کنیم و این طوریه که ما هیچ وقت از پا نمیمونیم هیچ وقت نومید نمیشیم و هر روز قوی تر از قبل بعد با کلا ما سبک زندگی ما را باید عوض کنیم کلا عوض کنیم حال ما را که همیشه شاد باشیم خوشحال باشیم سوال های خوب از خود ما بپرسیم و و ف... به هم ریختن نباشیم فقط اینا با مدیتیشن کردن اینها به وجود میاد دیگه خواب مناسب داشته باشیم ورزش کنیم شکر گذاری کنیم و خیلی خوبه که ما باید روی مغز ما ذهن ما بیشتر کار کنیم هرچی که از هاشیه ها اخبار مسائل ها خود ما را دور کنیم و اینجوری هر روز قوی تر و بهتر میشیم یک چیز دیگه این که تصویر سازی خیلی مهمه باید ام, ام، تصویر سازی کنیم که موقعیم. ما قوی و ما پیشرفت کردیم ما همین الان موفقیم یعنی تا به این ذهن گل بزنیم قبل از این ذهن ما رو گل بزنه ما باید ذهن رو گل بزنیم ما از صبح ها مثلا با انرژی شروع کنیم و بگیم ما موفقیم ما حالم خوبه و همینجوری وقتی که بگیم و بگیم ذهن باور میکنه و حال ما خوب میشه و همو در زندگی ما وجود میاد اون وقت ما آرامش داریم اون وقت ما حال ما خوبه و هیچ توجهی به بدبختی ها نکنیم به مشکلات ها نکنیم به جنگ به خوشونت ها نکنیم پس ما فقط به نیمه نیمه پور لیوان ببینیم که یعنی نیمه پور لیوان یعنی خوبی ها رو توجه کنیم بعضی که مثلا خوبی ها و خوشبختی ها یا چیزهایی که داره اینا را اصلا نمیبینه فقط اون, اون،, اون نیمه خالی رو میبینه این،, این چیزهایی که اصلا نداره میگه بای چرا بعد چرا نداریم چرا نیغ میزنه هی آخرش سکت هم میکنه از این کارها داره ای که وقت پس ما چقدر خوبه که توجه کنیم به مثبت ها خوشبین باشیم شکر گذار باشیم فراوانی رو باور داشتیم این نعمت های خداوند را و خیلی چیزها را ما فقط انتخاب کنیم راه های خوب خود ما باشیم کوپی نکنیم کوپ مثلا که نگیم که ما مثلا اگر یک اینجور خوب وقتی زندگی من لذت مبریم خب مردم شاید حرف بزنه مردم اگر حسن برای ما مهم نباید باشه یا اینکه حرف مردم اصلا برای ما خیلی ارزش نداشته باشه مردم هر کار بکنی مردم حرف میزنه اگر خوب باشه حرف میزنن اگر بد باشه حرف میزنه پس تو اون که خوب است باش و زندگی کن و هیچ مهم نیست که مردم در مورد چی میگه خب پس ما غلبت کنیم بر تنبلی غلبه کنیم به عادت های منفی عادت های بعد مثلا بتونیم تغییر بدیم و خیلی چیزهایی که به فایده ما و چیزهای خوب همه اینکه ما میتوانیم ما میتونیم خود ما عوض کنیم ما میتونیم کنترل ورودی داشته باشیم هر چرت و پیت و اینا رو وارد ذهن ما نکنیم و آرامی شادی عشق سلامتی این ها حرفی اولو میزنه <متحدث> چرا مردم اینقدر تنیش داره نارام عذاب به این خودش عذیتیه ولی ما این اینها را سعی کنیم نداشته باشیم ام... یکی هم ام... ترس و تمه بیش از حد خوب نیست جوش زدن خودش ام... فقط بی خیال باش راحت باش رها باش آزاد باش کیف کن حال کن و این است اینا همه ریشه در باور ما داره ما باید باور ما رو درست کنیم تغییر بدیم و باور کم بود منابع در کره زمین بعضی موقع کمه هیچی نیست پول کمه یا ازدواج های خوب نیست مثلا آدم های خوب پیدا نمیشه برای ازدواج از این حرف هستش اما یک کسی دیگه مگه نه ما چیز هست فراوانی هست آدم های خیلی خوب برای ازدواج هست برای دوستی هست برای همه چیز هست چرا این طوری ما باید خود ما رو باور کنیم ما خود ما قوی باشیم وقتی باورهای منفی نداره ها باشه بگه نیست ایچی نیست ای همه چیز بده فلانه ایچی اینا ذهن ما باور میکنه در ذهن منطقی میشه و این این است که فاجعه میشه پس ما برعکسش باید بگیم همه چیز وجود داره چیزهای خوب وجود داره فقط اصلا توجه نکنیم به چیزهای منفی چیزهای بد فقط توجه ما به با خوبی ها باشه به سلامتی و به عشق و خوبی و ما باید بگه میتر کنیم باید همه چیز خوبه محدودیت ها را پس باور نکنیم، طرز نگاه طرز دیدی ما را به جهان خوب کنیم خوب ببینیم همه رو چقدر این زیبا میشه اگر ما این طور باشیم تبادی ما رو خوب کنیم و حال ما رو خوب کنیم لذت ببرم از زندگی و اگر و داشته های ما رو ببینیم و چقدر این زیبایت چقدر خوبه اگر ما این طور باشیم اگر ما خود ما روی خود ما روی رشد ما کار کنیم هر روز قویتر، هر روز بهتر، هر روز موفق تر خواهیم شد دوستان شما مواظب خودتان باشین موفق و معید باشین خدا حافظ شما اگر کامن بینویسین که شما چقدر به آرامش داشتن باور دارین به حال خوب چقدر باور دارین دیگر لطفاً لایک و سبسکرایب هم بکنین و ویدیو ها را شیر کنین ممنون میشم خدا یار نگهدار شما خدا حافظ.